انشاءالله با صحبت های ارزشمندشون ما رو مستفیض بفرمایند و در حال این داغی رو که ما و همه خواهران دیدن انشاءالله با صحبت های ایشون یه مرهمی بر دردهای ما باشه انشاءالله. سلام علیکم حاج آقا. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون حاج آقا. میکروفون شما ظاهرا قطع است، صدا رو نداریم. ببخشید. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم حاج آقا، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون، متشکرم، خدا حفظتون کنه. سلامت باشین. خیلی ممنون. میلاد امام هادی رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خیلی ممنون، متشکرم هستم. بفرمایید استفاده می‌کنیم. قبل از اینکه من شروع کنم یک فاتحه رو مجدداً عزیزان محبت کنم که قرائت کنند و نثار روح ایشون بشه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. إن جلسة بياد خواهر محترم و فاضله سرکار خانم لینا بوجباره برگزار شده و الحمدلله از بیانات ارزشمند سرکار خانم میرزاده و خواهران طلبه که با ایشون ارتباط داشتند، بعضی بیشتر بعضی کمتر، الحمدلله استفاده کردیم و مطمئن هستم که همه اون چه که گفته شد با نهایت صدق و ایمان و عقیده گفته شد و چه بسا بیشتر از این میخواستن بگن و نتونستن به خاطر که یا وقت نبود یا عبارت رو بالاخره تو این حال نمیتونادن پیدا بکنه یا فشار مصیبت، یعنی آنچه که گفتن قطعا از روی عقیده بود و همه آنچه که از خوبی هایشون میدونستن نبود. این که یک کسی جوری زندگی بکنه که کسانی که با او سالها حشر و نشر داشتند از او جز به خوبی و نیکی به خاطر نداشته باشند، این علامت رضای الهی است ان شاء الله. یکی از نشانه های رضای الهی حسن ظن مؤمنین است، اونم مؤمنینی که با آدم اگر زندگی کرده باشن، شبان روزی، چه بسا سفر با هم کردن، چه بسا خلاصه در کنار هم امتحان کار کردن، درس کار کردن، کار گروهی کردن، کار اجتماعی کردن، تبلیغی کردن، وقتی اینها یک چنین گواهی و شهادتی را صادقانه میدن خیلی این ارزش داره و خداوند متعال چه بسا اگر هم احیانا نقص های باشد اونها را نادید میگیره. این که میگن اگه 40 تا مؤمن برای انسان طلب حلالیت کنن یا بگن مثلا تو نماز بگن لا نعلم منه الا خیرا، اینها در روایت داره که باعث مغفرت میشه، به خاطر این هست که خداوند متعال اونجور که من میفهمم میخواد بگه یعنی اگر شما بتونید جوری زندگی کنید که انسانهایی که با شما سر و کار دارند از شما راضی باشند، من هم راضیم، گرچه اونها تمام جوانب زندگی ما و نیات ما را نمیدونند، اما همین که اونها راضی باشن من هم راضیم. حالا اولیاء الله
آنچه که مردم میدانند کمتر از خوبی هاشونه، باطنشون از ظاهرشون بهتره. مؤمن این ظاهر و باطنشون مساویه. گاهی بعضی ها ممکنه در باطن مشکلاتی داشته باشن، ولی به هر حال وقتی تونسته این طور خوب زندگی کنه، پاک و پاکیزه و با ادب و اخلاق و محبت و نشاط و شکر زندگی کنه، این نشون میده که انشالله خداوند متعال هم راضی هست. بنابراین ما خیلی امیدوار هستیم که انشالله این خواهر عزیزمون در رضای الهی جایگاه داره و انشالله هم در بهشت، انشالله خداوند بهشت جاودان بهشون انشالله جای خواهد داد و رضوان من الله اکبر انشالله به گوش جانشون انشالله خواهد رسید. من برای اینکه از آیات قرآن استفاده‌ای بکنیم، یادآوری بکنیم و به هر حال چون جلسه جلسه معنوی است، انشالله شاید این باعث بشه که قلب‌های ما آماده تر باشه، سه تا قسمت از قرآن را انتخاب کردم که انشالله صحبت میکنیم. ثواب انشالله آنچه که میگیم و میشنویم هم نثار روح ایشون باشه و همینطور همه خواهرانی که از بین الملل مرحوم شدن، خدا انشالله همشون رو هم بهرمند کنه. و همینطور اینجا یاد میکنیم از خواهرمون خانم حاج خلیلی، خدا رحمتشون کنه و انشالله همه از این جلسه بهره ببرن، همه اموات، همه درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات انشالله، به ویژه این خواهر عزیزمون خانم لینا. آیه ای که همه شما حتما بارها و بارها خوندید و دقت کردید و ممکنه در صحبت هاتون هم استفاده کردید، ولی با این حال هنوز به نظرم آدم هر چی نگاه میکنه این آیه تازگی داره و جای فکر داره، آیات در سوره فصلت، آیات 30 تا 33. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما دو تا چیز در زندگی نیاز داریم که همه امور دیگر رو میتونیم ذیل همین ها بگنجونیم. یک، انتخاب مسیر درست. دو، این که انسان نسبت به اون مسیر ثابت قدم باشه. گاهی افراد مسیر درست رو نمیتونن انتخاب کنن. خیلی ها تو دنیا متاسفانه زندگیشون صرف اموری شده که ارزش والایی نداره که انسان بخواد زندگیشو صرف اونها کنه. یه عده راه درست رو پیدا کردن، اما باز خود اینها دو دسته میشه. تعداد زیادی از این کسانی که راه درست رو هم پیدا میکنن، یواش یواش فراموش میکنن یا یواش یواش تسلیم فشارها میشن، تسلیم جذبات دنیا میشن، زرق و برق ها میشن، یا شهرتی، موقعیتی پیش میاد، مقامی پیش میاد، فراموش میشه اون هدف اصلی. یکی از علما از مرحوم آیت الله شهید قدوسی نقل میکردن، ایشون میدونید مدرسه در واقع حقانی را قسمت عمده از مدیریتش اول اشخاص دیگری بودن، ولی بعد ایشون به عهده گرفتن و با شهید بهشتی در واقع این مدرسه رو اداره میکردن و به یه معنایی در واقع جامعه الزهرا هم از برکات با زحمات اونهاست، چون اونها مکتب توحید را که اولین مکتب خواهرها بود تأسیس کردن، بعد مکاتب دیگری تأسیس شد، بعد امام دستور تشکیل جامعه الزهرا رو دادن و خیلی از شاگردان همون مدرسه حقانی و مدرسه مکتب توحید اینا شدن مسئولین جامعه الزهرا و اینها. خلاصه یه جوری همه شماها
خلاصه بعد دعا برای شهید بهشتی و شهید قدوسی هم بکنید. ایشون میگفتن که شهید قدوسی یکی از علمای بزرگ هنوزم زنده هستن، گفتن که ما باید خیلی تلاش کنیم که این طلبه ها رو با همون خلوص و صفایی که وارد حوزه میشند حفظ بکنیم. ممکنه شما بگید آقا این که خیلی چیز کوچیکیه، این چه هدف کوچیکیه، این پس همین فقط بیان همون خلوصشون حفظ بشه، ولی خیلی توش نکته هست و خیلی تجربه توش هست. یعنی گاهی انسان در یه سن پایینی، نوجوانی، اوائل جوانی، با یه عشق خلوصی وارد حوزه میشه، اما یواش یواش فراموش میکنه، یواش یواش چیزهای دیگه براش مهم میشه. سرش هم همش تو این کتاب هست، سرش نمیدونم توی درس و بحث و منبر و فلان و اینا هست، ولی اون خلوص رفت، اون صفا رفت. خیلی وقتا میشه که آدم فراموش میکنه. حالا اینو تازه بذارید کنار اونایی که اصلا طلبگی رو ول میکنن و رفتن، انقدر کسا اومدن طلبه شدن و طلبگی رو ول کردن رفتن، حالا یا عمامه رو کنار گذاشتن رفتن مثلا، یا عمامه رو کنار نگذاشتن ولی طلبگی رو کنار گذاشتن، چون هر کسی که عمامه رو سرش باشه که طلبه نیست. هر کسی که چند سالی اومده باشه درس خونده باشه تو حوزه، این معناش نیست که روحیه ی حوزه رو حفظ کرده. خلاصه اون چیزی که مهمه اینه که انسان راه را درست انتخاب بکنه، یک، دو، استقامت داشته باشه. البته اون پاکی و صفای اولیه با نوعی خامی همراهه، مثل پاکی بچه هاست. یه طلبه سال اولی، سال دومی خیلی پاک و خالص ممکنه باشه، ولی خب نپخته است، مجرب نیست، تو کوره نرفته هنوز. مثل چی میمونه؟ مثلا شما یه با گل یک کاسه کوزه درست کردید، ظاهرش هم درسته، اما این وقتی تو کوره نره با کوچکترین چیزی میشکنه. ما باید همون شکل و صفا رو حفظ بکنیم، منتها با 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال خون دل خوردن و زحمت کشیدن و برای خدا کار کردن تا بشیم یک کوزه کوره دیده شده و محکم. این استقامت میخواد، که البته تو این استقامت دوستان خوب به آدم خیلی کمک میکنند. یکی از بزرگترین نعمتهای الهی اینه که انسان با کسانی محشور باشه، حشر و نشر داشته باشه، که اونا هم همفکر باشن، که به تعبیری که در روایت داره ان نسی ذکره و ان ذکر اعانه، یه دوستی داشته باشیم که اگر ما فراموش کردیم ما رو به یاد بیاره، اگر در یاد هستیم کمکمون کنه بیشتر بیاد داشته باشیم عمل کنیم. الحمدلله شماها این نقش نسبت به همدیگه دارید و من امیدوارم که انشالله همیشه با هم ارتباط داشته باشید. یکی از چیزهایی که راجع به این خانم لینا برای من جالب بود این بود که ما یه چند جلسه ای داشتیم، بعضی خواهرها اگه تو تحصیلات تکمیلی بودن یادشون هست که راجع به ولایت اجتماعی صحبت میکردیم، بحث بسیار مهمی است که متاسفانه روح و قلب ولایت هست و ما متاسفانه اینو کمتر داریم، که رابطه خود ماها با هم، و ایشون این مسئله رو جدی گرفت و چه بسا روحیه خودش هم اینجور بوده از قبل، و پایان نامش رو راجع به همین مسئله ابعاد اجتماعی ولایت نوشت و به خوبی هم تحویل داد و دفاع کرد الحمدلله، که حالا امیدواریم انشاءالله این پایان نامه استفاده بشه و چاپ بشه، و اگر تا به حال این کار صورت نگرفته و کسانی در ارتباط هستن ما انشاءالله آمادگی داریم که این پایان نامه رو انشاءالله چاپ بکنیم و به اسم ایشون بمونه انشاءالله این اثر در کنار آثار دیگر زندگیشون، انشاءالله این هم از ایشون بماند انشاءالله به فضل الهی.
پس کمک میکنه اینکه انسان با همدیگه باشه و این ولایت جمعی رو داشته باشه. خب این انتخاب مسیر درست و استقامت ما را به جایی میرساند که از همه جور مساعدت الهی برخوردار میشه. ببینید خداوند متعال رحمان است، برای همه موجودات از جمله انسان یا به ویژه انسان انواع و اقسام رحمت داره، اما رحمتی که خداوند برای مؤمنین داره بسیار بسیار بیشتره، رحمت رحیمیه الهی. تا اونجایی که خداوند متعال انواع امدادها و هدایتها و دستگیریها را برای این افراد داره، برای انشاءالله شماها که گفتید ربنا الله و بعد استقامت کردید، نذاشتید گرفتاری های زندگی و اینها شما را از این مسیر دور بکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، از جمله امدادهایی که میشه، خیلی امدادهای مختلفی خداوند داره، اینه که یه رابطه‌ای برقرار میکنه خداوند بین این انسان‌های مؤمن خوب با فرشتگانش. یکی از خواهرها صحبت کردن، خانم معصومه گفتن، فکر کنم که بله خانم معصومه گفتن که ایشون مثل یک فرشته بودن، انسان‌های مؤمن همدیگر را جذب میکنن و فرشته ها را هم جذب میکنند، فرشته ها هم دور و برشون هستن، اینا هم یه جور انسان هایی هستن که در درون و باطن از خصوصیات خوب فرشته ها برخوردارن و چه بسا مقامشون هم ممکنه بالاتر باشه. فرشته ها رو خداوند با اینها در جاهای مختلف در دنیا، در موقع مرگ، در قیامت، در بهشت همراه میکنه. غیر از اینکه حالا از دور هم فرشته ها براشون دعا میکنند و اینها، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، اونا که از دور هم دارن دعا میکنن که جای خودش یه سری فرشته ها مثلا میان با اینا ملاقات میکنن. ملاقات فرشته ها با ما در دنیا اگر ان شاء الله البته لایق باشیم، ممکنه ما درک نکنیم، ممکنه ما نمیبینیم، نمیفهمیم، اما اونا ملاقات رو میکنن و حرفایی رو میزنن، گوش ما نمیشنوه، ولی این ملاقات و حرفایی که از جانب خدا القا میکنند روی روح اثر میگذاره بدون شک. میفرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر اینها نازل میشن. جمع هم هست با الف و لام هم هست، ظاهرش اینه که افاده عموم میکنه، یعنی عموم ملائکه، حالا ممکنه استثناءاتی داشته باشه اما خیلی خلاصه ملائکه، مثل همون شب قدر که اونجا داره که تنزل الملائکه و روح، این الملائکه همون الملائکه است دیگه، اونجا چطور میگن جمعه، اینجا هم ظاهرش اینه که باید جمع باشه، افاده عمومی داره، یعنی جمع الف و بالا. خلاصه فرشتگان زیادی، اگر حداقلش اینه دیگه، خیلی بخوایم احتیاط بکنیم نگیم همه فرشتگان الا ما خرج به دلیل، که ظاهرش اینه، حالا اینا بخوایم احتیاط کنیم میگم خیلی فرشته ها میان نازل میشن بر اینها و به اینها میگن که الا تخافوا ولا تحزنوا،
ظاهرش اینه که خب اینا مؤمن هن، نگران هن دیگه. مؤمن تا روز آخرش هم، تا اون لحظه آخرش هم اطمینان که نداره، به خودش که مطمئن نیست، همش نگرانه. البته نگرانی هایی که اهل دنیا دارن او نداره، خوف هایی که اهل دنیا دارن نداره، اما او خوف و حزن خودشو داره. لذا من برداشتم اینه که این که میفرماد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، در کنار آیات دیگه که بذاریم و روایات و اینها، معناش این نیست که اصلا ترس درشون نیست. نه، میفرماد لا خوف علیهم، یعنی جای برای خوف نیست، گرچه ممکنه بترسن و بایدم بترسن. مثل اینکه شما سفر حج که میرید، دفعه اول به خصوص، چقدر آدم میترسه. اونایی که رفتن میگن که آقا نترسید، جای ترسی وجود نداره، لا خوف علیکم، ولی شما میترسی و طبیعی هم هست باید بترسی. و اصلا که نترسی هم چه بسا بعضی که نمیترسن اصلا گوش نمیدن، کارا رو میرن خودشون انجام میدن، ممکنه خرابم بکنن. حالا خلاصه این تو نیست که مؤمن خوف و حزن اصلا نداشته باشه، مؤمن داره، نگرانه، از فرصت هایی رو که از دست داده محزونه، نسبت به آینده هم خائف. اما این فرشته ها از ناحیه خداوند میان میگه که بابا لا تخافوا ولا تحزنوا. یعنی چی؟ یعنی جایی برای نگرانی وجود نداره. اگر در گذشته فکر میکنید کم کاری کردید و قصور و تقصیر داشتید، همه رو بخشید خدا. نه تنها بخشید، بلکه جبران هم کرد. یعنی خداوند گاهی کارهایی رو که ما میخواستیم بکنیم و نکردیم و الان افسوس میخوریم، برای ما اونها رو بالفعل میکنه، حتی گناه رو تبدیل به حسنه میکنه. وقتی گناه رو تبدیل به حسنه بکنه، چه بسا حسرتهای شما رو هم جزو بهترین حسنات شما قرار بده. حسرتهایی که البته حسرت واقعی باشه، یعنی من الان حسرت بخورم که چرا مثلا پارسال من اون کار خیر رو نکردم، واقعا هم حسرت بخورم. همین حسرت من نورانیت داره، همین حسرت من اجر داره. بنابراین مؤمن خوف و حزنی داره، اما اینا میگه آقا لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا، بلکه بالعکس بشارت میدن به اینها که آقا بشارت باشت به شما، خبر خوش مژده برای شما داریم که بهشت برای شماست، همون بهشتی که خدا به شما وعده میداد با همون خصوصیات و تفاصیل، اون برای شماست. التی کنتم توعدو. بعد یه تعبیر بسیار عجیب و زیبا که من عرض کردم اینا فرشته ها با اینا هستن و خدا این از امدادهای الهی نیست که فرشته ها رو دور و بر اینا قرار میده، در همه مراحل سر راه اینا میاره یا کنارشون قرار میده، اینه نحن اولیاءکم فی الحیات دنیا و فی الاخره. ما در دنیا و آخرت اولیاء شما هستیم، ما با شماییم، در کنار شماییم، مددکار شماییم، پشتیبان شماییم. تو دنیا تنها نیستید شما، ما با شما هستیم. ببینید فقط هم بحث این نیست که مثلا بگید آقا ملائکه موکلی هستن که باید مثلا ثبت بکنن اعمال ما رو اینا، خب اون که بله، اون که اولیاء نمیشه. این نحن اولیاءکم یعنی اصلا ما با شما هستیم برای پشتیبانی و کمک. و اگه نگاه کنید خیلی از کسانی هم که تو این زمینه در واقع تفسیر کردن و ترجمه کردن همین توضیح دادن، یعنی همکار و پشتکار و چه پشتیبان و امثال ذالک. حالا بحث اون بحث ولایت که واقعا تو اول بحث ولایت جمعی می کردیم، ولایت بین مؤمنین با هم دیگه که افقی هست و ولایت مؤمنین با امام و پیغمبر و خدا که عمودی هست، شما باید تو اونجا فرشته ها رو هم اضافه کنید. فرشته ها هم اولیاء مؤمنین هستن، فی الحیات دنیا و فی الاخره، در دنیا و در آخرت و حتی در وسط بین دنیا آخرت موقع مرگ.
با شما هستیم، که حالا آیشو میگم. بعد بهشون هم میگن که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، شما اون چیزی که نفستون بخواد. حالا بعضی گفتن یعنی اون نعمتهای جسمانی، چون تعبیر نفس داره، ولی ممکنه اینجا کلی هم باشه، یعنی هرچی که بخواید ولکم فیها ما تدعون، هرچی که بخوانید. بعضی گفتن این نعمتهای معنوی، ولی شاید اختصاصی نداشته باشه. خلاصه هرچی بخواید و هرچی صدا بزنید و بگویید به شما داده میشه. نزولن من غفور رحیم، این نزولیست، این یک پیشکشیست، یک رزقیست که خداوند متعال که غفور و رحیم است برای شما داره. تازه شاید از این تعبیر میشه استفاده کرد که چیزهای دیگری هم داره، چون نزول معمولاً اون چیزیست که برای پذیرایی اول بار که کسی فرود میاد و منزل میکنه بهش میده. خلاصه این آیه بسیار بسیار، یعنی آیات البته، بسیار بسیار آیات مهمیست. و البته آیه بعدیش که عرض کردم 20 تا 23، وقت شاید این بیشتر مربوط به اونهایی هم میشه که حالا تو مسیر تبلیغ هم هستند، چون بعد میفرماد و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. حالا یه کسی که بگه ربنا الله ثم استقامو، ممکنه منتها اهل ایمان هست ولی داره کار خودشو انجام میده، گلیم خودشو از آب بکشه. اما یک کسی میگه ربنا الله ثم استقامو و بعد دعوت الالله میکنه. الان راجع به خواهرمون گفتن که اصلا آرامش نداشته، دائم در حال کار و تدریس و تبلیغ و خدمات بوده. خب این دیگه یک فضیلت بالاتری هم هست که دعوت الالله بکنه. خداوند میفرماید چه کسی بهتر است در قول از آن که دعوت الالله کنه و عمل صالح هم بکنه. دعوت تنها نیست، خودش هم عمل میکنه و میگه من از مسلمین هم، من تسلیمم. خب این آیات نشون داد که فرشته ها، حالا چیزهای مختلفی درش بود ولی یک نکتهش این بود که فرشته ها میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. حالا موقعی که مرگ فرا میرسه، این ما رو زمان زندگی میان دیگه، ان الذين قالوا ربنا الله، این در زمان حیاتشونه. موقعی که مرگشون میرسه این آیه به ذهنم میرسه که میتونیم در واقع بسیار مرتبط در نظر بگیریم، که در سوره در سوره نحل آیه 32 الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، اون کسانی که فرشتگان روح اینها را دریافت میکنن در حالی که اینا طیب هستند، زندگی با ایمان و عمل صالح کردند، من عمل صالحا من ذکر اون صحابه مومن فلنخینه حیاتا طیبه، حیات طیبه وقتی کردید یعنی طیب هستید دیگه. شما هم انسان گاهی قولش طیبه، گاهی رزقش طیبه، گاهی دیگه خودش به حیات طیبه رسیده و طیب شده. اینها همین فرشته ها میان کمکشون. آدم یه جای تازه‌ای میخواد بره، یه مقدار نمیدونه چی کار بکنه، این فرشته ها میان از همون موقع مرگ، موقع ورود به بهشت و بعد در داخل بهشت همش میان سلام میکنن. اینا همش آیه داره. اینجا ما رو موقع مرگه، در آیه دیگری هم داره که وسیق، سوره زمر آیه 73 وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها
و قال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. اونجا خلاصه بهشون خیر مقدم میگن، سلام علیکم، و این سلام یک دعای فرشته ها مستجابه. وقتی فرشته بگه سلام علیکم شما آرامش میگیرید، اگر آرامش دارید آرامشتون بیشتر میشه، و اینم به خاطر تبتومه. اونجا طیبین بود، اینجا تبتوم. پس جنبندی بحث من این شد که اگر ما در زندگیمون راه درست را انتخاب کنیم، که الحمدلله خدا توفیق داده که ما بالاخره لاغر راه را پیدا کردیم. خیلی ها تو دنیا هستن که این توفیقی که خدا به من و شما داده که طلبه بشیم، سرباز امام زمان بشیم، رو به هر دلیلی بهشون نداده. نمیگیم اونها پایین تر هستن، نه، شاید اونجا بهتر میتونستن خدمت کنن، نمیدونم، هر دلیلی داشته، شاید خواست ما رو تست بکنه، آزمایش کنه، پدر ما رو در بیاره، نمیدونم، بستگی داره که چیکار بکنیم. خلاصه به یه دلیلی ما رو آورده تو این مسیر، این تیکش الحمدلله. اما اون ثم استقاموش چی؟ اون ثم استقاموش رو اگر ما بتونیم انشاءالله انجام بدیم تا آخر عمر تو همین مسیر باشیم، با صداقت، خدا هدف ما باشه، قل الله ثم ذرهم، فرشتگان میان انسان رو بشارت میدن و در تمام مراحل دنیا و آخرت کمک میکنن. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام تیمونن بخونم و تمام کنم بحث رو، و انشاءالله هر چه که گفتیم انشاءالله مورد رضای الهی باشه و ثوابش باشه برای خواهرمون و همه درگذشتگان. در منتخب میزان الحکمه از کافی نقل میکنه، از کتاب شریف کافی مرحوم کلینی، از امام صادق پرسیدند که هل یکره المؤمن علی قبض روحه، آیا مؤمن مجبور میشه، اکراه پیدا میکنه وقتی میخوان روحش رو بگیرن؟ طبق این نقل حضرت فرمودند که لا والله، نه، ممکنه قبلش مثلا تا نیم ساعت یک ساعت قبل از مرگ کراهت داشته، ولی یک حوادثی هنگام رؤیت مرگ برای مؤمن اتفاق میفته که دیدشو عوض میکنه. این در روایات مختلف داریم، حالا اینجا یک به اصطلاح نمونشه و مربوط به همین بحث فرشتگان هم هست و اینها. خوب دقت بفرمایید. فرمودن انه اذا اتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، وقتی این ملك الموت، این فرشته مسئول دریافت روح انسان ها میاد پیشش، این جزع میکنه، بیتابی میکنه. فیقول له ملك الموت، بعد ملک الموت به این شخص میگه یا ولی الله لا تجزع، ای ولی خدا جزع و فزع نکن. آقا این وقتی فرشته مرگ به انسان بگه یا ولی الله، دیگه اونجا آدم خیالش راحت میشه، دیگه آدم میفهمه که بله دیگه الحمدلله تایید شد. تا قبلش آدم نمیدونه ما ولی خدا هستیم نیستیم. یا ولی الله لا تجزع، فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله، قسم به کسی که پیغمبر را برگزیده، لانا ابر بک و اشفق علیک من والد رحیم لو حضرک، قسم به خدایی که پیغمبر را به رسالت برگزیده، من مهربان تر هستم بر تو از یک پدر مهربان اگر حاضر بود. انشاءالله این خواهرمون خانم لینا امیدواریم این تجربه را کرده،
که با ملک الموت وقتی روبرو شده، او با نهایت مهربانی او رو خطاب قرار داده بشه و بگه نترس، افتح عینک فانظر، چشمت را باز کن. گاهی دیدی آدم وقتی خیلی میترسه از ترس چشمش رو میبنده، که ناخودآگاه هم شاید باشه که چیزی رو نبینه. گاهی اوقات حتی مثلا راننده داره مثلا میره، یهو از ترس چشمش رو میبنده، به جایی که چشمش رو باز کنه ببینه، ناخودآگاه آدم چشمش میبنده، میگه چشمتو باز کن، نگاه کن. و یمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم فیقال له هذا رسول الله. بهش میگن نگاه کن، پیغمبر هست، حضرت امیر، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین، و بعد بهش معرفی میکنن و میگن که خلاصه اینها اینجا هستن. بعد داره که فما شیء احب الی من استلال روحه و لحوق بالمنادی. از اون لحظه به بعد دیگه هیچ چیزی برای او بهتر و محبوبتر از این نیست که روحش دریافت بشه، قبض روح بشه، میخوام بره راحت بشه. پس انسانی که درست زندگی کرده باشه، مرگ براش یک پیشرفته، یک فارغ التحصیلی است، یک خلاصه رسیدن به خط پایان مسابقه و با موفقیت. دنیا مثل چی میمونه؟ دنیا مثل میمونه یک جایی که سر و صدا و دعوا و آتیش و جنگ، حالا توش ما داریم وسطش درس میخونیم و اخلاقیات یاد میگیریم و اینها. اگر یه کسی از این دنیا با ایمان درست بتونه بره بیرون و این وسط توی شلوغی و گرفتاری ایمانش از دست نده، این یعنی باید بگیم پیروز شد، فازه. ما هم ممکنه فائز نشیم. بنابراین در این حال که برای ما دردناک است که یک مؤمن خوبی را از دست میدیم، اما از اون جهت هم خوشحالیم که یک نفر تونسته پاکیزه تا آخر زندگی کنه و یک بهشتی و یک ولی خدا خلاصه تا آخر استقامت کرده و با همون حالت رفته. اگرم قرار باشه که چیزهای بیشتری رو مثلا میتونسته کسب بکنه، وقتی انسان راضی باشه و تو مسیر خدا عمل کرده باشه، خدا باقیش هم خودش باز رشد میده. پس ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ان شاء الله خداوند ایشون را، خانم لینا را و همه خواهران در گذشته از بین الملل را و همه مؤمنین و مؤمنات را در این روز ولادت امام هادی و در آستانه عید قدیر بر سفره اهل بیت علیهم السلام بنشاند و به اونها از رزق کریم خودش عنایت بفرماید و اونها را از ما راضی بفرماید. اگر در زمان حیاتشون قصوری تقصیری نسبت به اونها داشتیم، انشاءالله از حق خودشون در مورد ما بگذرند و بلکه اونجا برای ما انشاءالله دعا بکنند و انشاءالله امیدواریم که همه ما با موفقیت این مرحله دنیا را پشت سر بگذاریم و انشاءالله اون ور خط همه انشاءالله با هم دیگه در کنار انشاءالله اولیاء خدا و اهل بیت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا خیر بده به همه شماها که زحمت کشیدید و حضور داشتید و تنظیم کردید. انشاءالله ذخیره‌ای باشه براتون. واقعا حاجی صحبت‌های شما یه آرامشی شد. ما این چند روزه من خودم واقعا حال مساعدی نداشتم، اما
به هر حال شنیدن صحبت های شما خیلی ما رو آروم کرد. حالا خواهر الحمد دیگر رو حتما همینجوره خیلی استفاده کردیم و آروم شدیم. دست شما درد خواهر نکنه. الحمدلله انشالله همیشه خداوند عنایاتش و آرامش و سکینش انشالله شامل حال همه تون باشه. خدا خیرتون بده. یه ویدیویی هم از خانم اسما باچیل به دستمون